امروز قرار هست در ادامه ویدیوهای قبلی که در مورد کمپرسورهای محوری و شعاعی و توربین گاز شعاعی صحبت کردم در ادامه اونها در مورد توربین گاز محوری یا اکسیال با این صحبت کنم همونجوری که مشخصه من پیشنهادم این هست که شما اول ویدیوهای قبلی رو ببینید و مخصوصا ویدیوی مربوط به توربین گاز شعاعی رو ملاحظه بکنید بعد این رو ببنید. خب نه اینکه حالا مشکل آنچنانی ایجاد بشه پیشنهاد هست به حال یک سری کانسپت های مشترکی بین اینها وجود داره که ترجیحا اگر اون موارد مشاهده بشه شاید کمک بکنه که انتقال مطلب ساده تر بشه تو توربین گاز من یک مقدمه در مورد توربین گاز در ابتدای ویدیوی قبلی عرض کردم که اون مقدمه برای اینجا هم صادقه اتفاقا شاید بیشتر به مناسب برای اینجا باشه چون من اشاره کردم که اون چیزی که در موتورهای جت معمولا استفاده میشه از نوع توربین گاز محوری است ولی خب اون مقدمه کلی بود و یه مقدمه بود برای هر دو بخش مربوط به توربین های شعاعی و محوری ارز کردم که سیال عامل یا ورکینگ فلوید توربین های گاز محصولات احتراق خروجی از کامباسشن چیمبر هست و مش... ارز کردم که توانی که در ماشین های میشه ایجاد کرد به صورت یک مرحله خب بیشتره ولی در عوض امکان چند مرحله سازی در اونها دشوارتر است و ما توان خروج ماشین های محوری کمتر از ماشین های است اما میتونن در چند مرحله کار کنن و در چی میشه به افت فشارهای خیلی زیادی دست پیدا کرد فرایند ماشین های محوری خب با توجه به اینکه محوری هستم من یک ویدیویی در مورد ماشین های محوری ضبط کردم و کانسپت بلید کاسکید یا ردیف پره ها آبشار پره ها رو در اونجا هم عرض کردم در فصل های ابتدایی فصل دو و بعد تو فصل های بعدی در مثلا تو کمپرسورهای های محوری همون کانسپت رو تکرار کردم چون یه مقدار کانسپت است یه مقدار دشوار واسه درک پیشنهاد میکنم اگر من اینجا توضیح خواهم داد ولی نه به اون بستی که به اون مبسوطی که در فصلهای قبل داشتیم حالا اگر اشکالی بود برگردید به معادلات حاکمش رو ببینید و این یه هندسه هندسه سبودی است تصورش کمی دشوار است ولی نکته ای که داشتیم این هستش که یک سری استاتور داریم ما و یک سری روتور داریم که استاتورها قسمت های متحرک ثابت هستند که در مجاورت با قسمت های چرخان قرار می گیرن و سیال به صورت محوری از لابلای این ها عبور می کنه. و در کمپرسور ها این استاتور ها نقش دیفیوزر رو برای ما ایفا می که فشار رو بتونه افزایش بده. اما در اینجا استاتورها به عنوان نازل عمل می کنند که سرعت و افزایش بده و وقتی سیال با سرعت بیشتری وارد فضای بین پره پر های روتور میشه تبادل اندازه حرکت زاویه‌ای که در اونجا ایجاد میشه باعث خب میشه که دور بیشتری ایجاد بشه و توان خروجی ماشین افزایش پیدا کنه پس اصولا ما اینجا شاید به لحاظ هندسه شبیه باشه ولی استاتور در اینجا به عنوان نازل عمل میکنه در کمپرسور به عنوان دیفیوزر عمل میکرد که وظیفش کاهش فشار هست و افزایش سرعت مماسی دبلیو رو افزایش میده که اگه خاطرتون باشه تو کمپرسور میگفتیم دبلیو کاهش پیدا میکنه و این کاهش نسبتش رو به عنوان یک دیفیوژن ریشیو در نظر می باز هم تفاوتی که کمپرسور و توربین داره رو من عرض کنم که در کمپرسور عرض کردم که ما در کمپرسور وظیفمون افزایش فشار هست این به این میگن پدیده دیفیوژن گفته میشه و باعث میشه گرادیان فشار مخالف شکل بگیره و به خاطر شما باید به شکل خیلی ملایمی تغییرات رو انجام بدید اما در توربین ها تغییرات میتونه خیلی آنی تر باشه به خاطر اینکه گرادیان فشار موافقه و شما در دو سه مرحله میتونید همون نسبت فشاری رو که در 19 مرحله توی کمپرسور ایجاد شده برای مثال تو سه مرحله دو مرحله انجام بدید وقتی لایه مرزی که رو دیوار شکل میگیره چون فشار خروجی توربین در قیاس با فشار ورودی مقدار کمتری داره در باعث ایجاد جدایش و جریان برگشتی سه بودی شدن جریان نمیشه لایه مرزی تا حد ممکن نازک باقی میمونه به خاطر همین کمپرسورها خیلی تعداد مراحل زیادی دارند اما توربین های گاز محوری تعداد مراحل کمتری دارند و بعد یک ذریبی رو اونجا تعریف کردیم که به خاطر سه بودن جریان تعریف شد و ولی در اینجا ما خب مشکل رو نداریم و اون ضریب رو اصلا یک برابر یک در نظر خواهیم گرفت ها صورت های نسبی بزرگتر از کمپرسور های محوری است تغییرات آنتالپی بزرگتر تعداد مراحل توربین محوری کمتر است یعنی کمپرسور محوری است شما همون افزای تغییرات فشاری که در کمپرسور افزایش فشاری که داشتید و اینجا به جایی که در 19 مرحله انجام بدید اون به دفعه کاهش فشار رو در سه مرحله انجام میدید طبیعتاً مقدار تغییراتی که تو هر مرحله ایجاد میشه بزرگتر و داستان برمیگرده به همون جدایشی که عرض کردم مخاطر همین راندمان توربین کلا طراحی توربین سایتر از طراحی کمپرسور هست راندمانش بیشتر اصلا طراحی نازل و راندمان نازل بالاتر از و راحت تر از طراحی دیفیوزر هست اما در عوض خب وقتی شما مجبور هستید تو سه مرحله اتفاقات رو رقم بزنید در تغییراتی که تو هر مرحله ایجاد میشه خیلی زیاده تنش های بیشتری روی پره های روتور ایجاد خواهد شد دماهای بالاتری ایجاد میشه و بدنه باید به لحاظ استحکام مکانیکی و ملاحظات متالورژیکی قویتر ساخته شده باشه که بتونه تحمل باشه به لحاظ آیرودینامیکی خب درسته که ما جدایش نداریم ولی از دیدگاه مهندسی مواد و طراحی سازه ای باید سازه قوی تر باشه که بتونه تو سه مرحله همون فشار کاری که تو دیفیوزر تو 20 مرحله انجام میشه رو تو سه مرحله تحمل بکنه و اون ضریبی هم که عرض کردم بهش میگفتیم ضریب کار انجام شده در اینجا برابر با یک در نظر گرفته میشه کانسپت بعدی که در اینجا ما مطرح میکنیم یک تحلیلی بود به نام تحلیل خط میانی مین لاین analysis یا پیچ لاین analysis هم بهش میگیم که این فرض ما بر این هستش که چون در ماشین های محوری خیلی مرسوم هست در ماشین های محوری چون مقدار سرعت محیطی از روی هاب از روی ریشه پره ها تا نوک پره ها متفاوت هست و نقاط مختلف روی پره دارای فواصل مختلف تا شفت هستند مثلا سرعت ها رو در میانگین در وسط رسم میکنیم که بهش میگن پیچ لاین یا مین لاین آنالیز و این زمانی این فرض ما منطقی است که طول پره ها یا ارتفاع پره ها فاصله بین نوک پره تا ریشه پره کوتاه باشه اگر طول پره بلند باشه در اون صورت به خاطر سبودی شدن جریان این که من بیام کل اتفاقات لابه در امتداد پره رو با وسطش به صورت یک نواخت اون چیزی که در وسطه رو به صورت یک نواخت بدم به همه جا این فرد دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه من اصولا پره جران بودی میشه و ممکن نزدیک دیوار سرعت کم باشه وسط سرعت بیشتر باشه من نمیتونم بیام سرعت وسط و ممان ای از کل مسلس سرعت‌های روی نقاط مختلف پره در نظر بگیر این ساختار رو هم من در توربین گاز مقدمه‌ای که عرض کردم تو قسمت قبل نشون دادم که یک کمپرسوری است و یک توربینی است این وسط هم کامباس چمبری وجود داره محفظه احتراقی هست سیال از اینجا از محیط مکش میشه داخل کمپرسور تو 19 مرحله برای مثال 20 مرحله تراکم انجام میشه سیال متراکم وارد محفظی احتراق میشه اینجا احتراق انجام میشه و محصولات احتراق وارد توربین خواهد شد و از اینجا به اتمسفر دیسچارج میشه و اتفاقی هم که میفته اینه که خب در بو توربین بخار هم ما داریم و در بحث کمپرسور ها همونجوری که میبینید در سه مرحله اینجا فشار کمه فشار متوسطه و فشار بالاست اینجا فشار زیاده فشار متوسطه و فشار کمه در توربین هایی داریم که ما ممکن هر ست های اینها با یک محور به هم دیگه متصل شده باشه اما گهگاه دو تا از اینها با یک محور یکسان به دو تا از این ور متصل میشه و گهگاه مثل اون چیزی که من کشیدم اونی که پرفشاره به پرفشار چون این کمپرسور خروجیش پرفشاره توربین ورودیش پرفشاره اینایی که به پرفشارن به هم دیگه متصل میشن و اینایی که به هم و کم فشار ها هم به هم متصل میشن که به اینا میگن سری سپول ساختاری که با سه تا اسپول متفاوت اینها به هم دیگه های پرشر میدیوم پرشر یا اینترمدییت پرشر و یکی هم لو پرشر اینا مواردی است که بیشتر در, در درس توربین گاز و موتور بهش پرداخته میشه نکته ای است که شاید من فراموش کردم قسمت قبل درس کنم ولی تو کمپرسور اینو گفتم که بحث طراحی کمپرسورها بسیار پیچیده است و اینکه من بخوام بیام تو یک ساعت کل چیزایی که تو کمپرسور هست و بگم یه مقدار عجیبه و یه چالش هستم برای من که چطوری میشه این کار کرد و اینجا هم همینه هم فرق نمیکنه توی توربین های گاز هم همین بحث های تک بودن رو ما داریم و یکی از های تک ترین ماشین هاییست که ساخته دست بشر هست و من تمام سعی این هست که شما در عرض یک ساعت دو ساعت سه ساعت کمپرسور ها و سه ساعت هم توربین های گاز و توربین بخار هم اشاره در ادامه عرض خواهم کرد بدونید به یه مرحله ای برسید که حداقل ماشین جمع و جور طراحی کنید پارامترهای مختلف حاکمش رو بشناسید ساختار و سا... استخوان بندی اینها رو بدونید چیا هست و یک درسی اصلا ما داریم به نام درس توربین گاز و موتور جت که فقط در مورد همین توربین گاز و موتور جت داره صحبت می‌کنه که اسمش مشخصه و این امیدوارم اگه علاقه من شدید به اون درس رو هم اخذ بکنید نکته بعدی که در ماشین های محوری ما بحث میکنیم راجبش بحث تکرار شونده بودن هست که گفتیم چون اینها قابلیت این رو دارن که چند مرحله بشن شما یک سری مراحلی در ابتدا و انتها دارید که اینها مثلا از 19 تا مرحله که تو کمپرسور هست من اینو اون موقع عرض کردم اون چارتای های اول و معمولا هنوز به حالتی نرسیده که شرایط پریودیک بشه ابتدایی است ولی اون وسطی رو بهش میگن نورمال استیج یعنی نرمال شده دیگه از اون حالت ابتدایی اومده و به حالت نرمال در نهایت رسیده اونایی که نرمال هستن شرایط ورودی و خروجیشون کپی همه سیال با هر زاویه و راستا و جهت و سرعت مقدار سرعتی که وارد بشه با همون توی خروجی خارج میشه همین کانسپت اینجا هم داریم برای ماشین تکرار شونده تو مراحل میانی بهش میگیم نورمال ستیج سی 1 و سی سه با هم دیگه برابره یعنی زاویهشون با هم دیگه برابره و مقدارشون هم با هم برابر علاوه بر این در ماشین های محوری سرعت محیطی هم برابره چون سیالی که وارد میشه و خارج میشه از یک یکسان وارد میشه طرفی با تجربه قانه بقای جرم راستای صورت، تصویر سرعت در راستای اکسیال هم مقدار ثابتی داره خاطر اینکه خب دبی ثابته و باید سی ام بهش میگفتیم ارتفاع مثلث سرعت ها برابر و البته خب به خاطر استکاک و تلفاتی که وجود داره در مراحل میانی هم حتی سرعت خروجی و ورودی با هم یکی نیست و مقدار سرعت کمی افت میکنه و سی سه کمی کوچکتر از سی یک هست ولی خب ما معمولا برابر رو برابر فرض میکنیم تو مراحل میانی نکته بعدی این هستش که در ماشین های محوری زوایا معمولا به نسبت به راستای محوری سنجیده میشن نسبت ارتفاع مثلثا سنجیده میشن ز اینها رو من چون قبلا ارز کردم شاید دوستان ندیده باشن اون ویدیوها در از 5 دقیقه دارم مرور میکنم بعضی قواعد و اصولی که داشتیم زوایا زمانی مثبتند که مؤلفه سرعت های متناظرشون در راستای یو باشه و زمانی منفی اند که وقتی مثلا سرعت سرعت مطلق رو وقتی من زاویه رو میخوام بسنجم زاویه مطلق رو ما با الفا نشون میدیم زاویه سی که سرعت مطلقه با ارتفاع مثلث آلفا ها. حالا اگر جهت بردار سرعت سی به گونه‌ای باشه که وقتی من تصویرش میکنم روی یو تصویرش در راستای خود یو باشه هم راستا باشه همون زاویه آلفا که گفتم مثبت میشه و در غیر این صورت منفی میشه به تا هم مشابه همین است و اگه ماشین یک مرحله ای باشه یعنی فقط یک مرحله بیشتر نداشته باشه در اون صورت خب Alpha یک صفر میشه و سیال ورودی به صورت اکسیال وارد میشه در نتیجه چون گفتیم زوایا رو نسبت به راستای اکسیال میسنجیم چون سرعت ورودی همان سرعت اکسیال است پس C1 همان CM است یا C1 ارتفاع مثلث است و آلفا 1 هم صفر است اما اگه ماشین چند مرحله ای باشه خب سیال ورودی به مرحله مراحل میانی از سیال خروجی از مرحله قبله در نتیجه دیگه به صورت اکسیال وارد نمیشه نکته بعدی بحث بلید کاسکید هست که من اینجا پایین رسم کردم این ماشین محوری است این شکل خیلی خوب نشون میده که منظور ما از بلید کاسکید چیه و این استوانه ای که اینجا ملاحظه میکنه این استوانه باید اولا قطرش برابره با قطر میانگین هاب و تیپ باشه هاب اینجاست ریش است تیپ هم نوک پرست میانگینش اینجاست من همیشه میگفتم یه دونه استوانه از جنس اره برقی داشته باشیم که این بیاد وارد فضای پرها بشه و اینا رو ببره و بعد این پره هایی که برش پیدا کرده رو شما یه قیچی ورد دارید این سفیده رو ببرید بازش بکنید پهنش بکنید مثل یک فرشی که لول شده باشه و بازش میکنید اونجوری بکنید در نهایت خواهید دید که یه ایر اینجا دارم یه ایر اینجا یک ردیفی از بلید ها در کنار هم ظاهر خواهد شد که اینجا من رسم کردم مثلا اینجا رو من سه تا کشیدم خب اینجا سه سه بود اما مثلا یک دو سه چهار پنج شش تا اگه مثلا پره باشه خب هشت از این ایر من باید اینجا رست بکنم به میگه مفهوم ردیف پرها حالا برگردیم به داستان خودمون من در مورد یکی از مراحل میانی دارم صحبت میکنم در نتیجه زاویه ورودی سیال که سی 1 هست نسبت به راستای اکسیال که سی ام هست برابر با الفا یکی پس سی 1 کسینوس الفا میشه سی ام که این ثابت میمونه سی ام یک در با توجه به قانون بقای جه. سرعت خروجی رو اگه نگاه کنید سی سه رو با سی یک برابر نوشتم و زاویش رو هم نسبت به راستای اکسیال آلفا سه نوشتم که آلفا سه اصولا با آلفا یک باید برابر باشه اگر ماشین شما جزء اگه مراحلی که دارید بحث میکنی ماشین چند مرحله ای باشه و این مرحله که من اینجا کشیدم جزء مراحل میانی باشه خب سیال از یک استاتوری که نقش دیف... نازل رو داره ایفا میکنه عبور میکنه سرعتش افزایش پیدا میکنه سرعت و فشار یک مقدار افت میکنه و بعد وارد فضای بین بلید های روتور میشه این پایینی آر روتور بالایی اس که فرق نمیکنه این بالایی هم کاملا یک سری ایر که همون جوری که اینجا شما این استوانه از جنس ار برقی رو عبور دادید مشابه همین اینا توی استاتور هم وجود داره و همون کار رو میتونی یک ردیفی از پره ها ایجاد میکنی C1 با سرعت آلفا 1 مماست بر پرره ها وارد میشه چون این استاتور ساکنه دیگه سرعت محیطی و نسبی و اینا دیگه نداریم یه سرعت بیشتر نداریم نه همون سیه که دیگه و بعد در خروجی مماس بر پرره ها در خروجی با سرعت سیه دور تقریبا باید مماسه بر پره های استاتور در خروجی رسم کرده باشن که تقریبا سعی کردم شده شماتیک درست باشه و دبلیو دو مماسه بر پره های روتور در ورودی هست پس دبلیو دو مماسه به پره های روتور اینجا هست، ورودیه ولی سی دو مماس بر خروجی استاتور اختلاف بین اینها های یوه سرعت محیطی هست که با یونشون دادیم که به صورت آرومگا حالا در نهایت باعث چرخش پره های توربین خواهد شد این آلفا دو هم که میشه زاویه سرعت مطلق سی نسبت به راستای اکسیال آلفا دو اینجاست و بتا دو میشه زاویه دبلیو دو کوچولو است که اینجا میبینید این بتا دو هست علامتش چه جوری تشخیص بدم خب الان آلفا دو به این وره ب... ب... و به این وره و دبلیو دو هم به این وره خب دبلیو بله باید بشه C که درسته به لحاظ جهت بردارها رو دقت کن حالا اگر من در 2 رو تصویر بکنن در راستای یو خب تصویرش به سمت راست میشه که با یو هم جهته پس آلفا مثبت اگر C رو هم تصویر بکنن در راستای یو اونم در جهت جهت فلشون آکای نه هر جفتشون به سمت همدیگه دارن حرکت و تصویر C که بهش میگیم سی یو در راستای یو در جهت یوه پس هر جفت زوایای آلفا دو و بتا دو مثبتند الان تو شکلی که من کشیدم دقت کنید که یک ورودی استاتور دو ورودی روتوره و سه خروجی روتوره یک و دو سر هم توجه داشته باشید که دقیقا سه میشه ورودی استاتور مرحله بعد چون اینجا مرحله بعدی وجود داره 3 سه میشه یا سه میشه ورودی استاتور مرحله بعد یا یکی که اینجا میبینید میشه خروجی روتور مرحله قبل مثلث سرعت ها در خروجی رو دقت بکنید که دبلی رو با بر پره های روتور در خروجی رسم کردم یور هم که افقی رسم کردم بعد یوها با هم دیگه برابر هم دیگه حالا من سعی کردم این حالا باید اندازه رو یک اسکیلش کنید اینو به ای که قاعده ها با هم دیگه یک اندازه باشن و ارتفاع ها هم تازه با هم دیگه یک اندازه باشن دبلیو اینوریه یوک همچنان اینوریه و سی سه اینجاست حالا آلفا سه زاویه سی با اکسیال هست و بتاسه زاویه دبلیو سه با راستای اکسیال هست در اینجا همچنان الفاس مثبته تو شکلی که من کشتم چون اگه سی رو من تصویر بکنم هم راست اما دبلیو اگه من تصویرش بکنم جهت فلش رو اگه نگاه کنید خلاف یو میشه در نتیجه بتا سی که الان اینجا کشیدم اصولا باید منفی داده بشه بگم بتا منفی فلان قدره یعنی شما باید مثلث صورت ها رو اینجوری رسم بکنید که دبلیو به علاوه یو بشه سی یه نکته دیگه ای هم که اینجا داریم به لحاظ آیرودینامیکی هم بد نیست اینها رو بحث کنیم ببینید سیالی که داره با یک سرعت سی ای، خارج میشه از اینجا مثل یک ایرفویلی میمونه این شکل ایرفول دیگه که مثلا فرض کنید هواپیمایی هست این باکسی که اینجا الان دارم میکشم فرض کنید اش اصلا نگاه نکنید شما فرض کنین از اینجا داره سیال با یک خط جریان و من اینجا رسم کردم با یک سرعتی داره میاد یه بال هواپیماسین یک هوا ایرفویل و شما میدونید که وقتی هوا هوا از اینجا بیاد روی یک بال هواپیمایی زیر شک ناحیه پرفشار شکل میگیره و بالاش یک ناحیه کم فشار بالا که میگم تو هواپیما چون ایرفویل به صورت افقی قرار میگیره که بالا و پایین اما اینجا دقیقا میشه چپ و راست دیگه زیر ایرفول تو هواپیما اینجا یک نیروی قسمت پرفشار بهش میگن پرشر ساید و روی سطح بال یک قسمت ساکشن ساید داریم که اختلاف این فشارها به صورت یک نیروی لیفت به بالا وارد میشه که وزن هواپیما به سمت پایین تحمل میکنه شما این شکل 90 درجه بچرخون قسمت داخل باکس قرمز و 90 درجه حالا اینجا اصولا وقتی جریان میاد اینجا یک ناحیه ساکشن سایت دارم اینجا یک ناحیه پرشر سایت که این فشار بیشتری که اینجا دارم چون دیگه وزنی وجود نداره باعث میشه یک نیروی لیفتی به سمت راست وارد بشه که باعث چرخاندن پرهای روتور و طبیعتا ایجاد دوران و توان خروجی توربین خواهد شد که تا در بحث تحلیل ایرودینامیکی منم در های محوری عرض کردم واشنای محوری رو میشه هم از دیدگاه آیرودینامیکی طراحی کرد هم از دیدگاه از دیدگاه مثلا توربو ماشین ها و مثلث سرعت ها و اون اتفاقاتی که در اینجا رقم میزنیم اما تو بحث آیرودینامیک نیروهای درگ و لیفت وارد بازی میشه که بعد ایرفول باید مشخص شه این خط چینی که من کشیدم بهش میگن کمبرلاین و یه کوردی داره اینها رو دیگه اجازه بدید از روش رد بشه ولی میخوام کانسپت اصلا این که چرا وقتی سیال از اینجا میاد از روی این حرکت میکنه باعث چرخش پره روتور میشه رو درک بکنید که به خاطر ایجاد یک ناحیه پرفشار و یک ناحیه کم فشار و ایجاد نیروی لیفت که این لیفت مثل پره توربین آبی پلتون میمونه که ولی اونجا توربین پلتون بر اساس اون جت آب و مومنتوم آبی که میپاشه است اینجا بر اساس نیروی لیفتی که ایجاد میشه و اون از نوع ضربه ای بود این از نوع عکس العملی حالا اینم باید یه بحث اینجا بکنیم که انشالله در بحث تورب... ویدیوی که در مورد توربین بخار ضبط میکنم من اینو عرض خواهم کرد که چون توربین های بخار بیشتر از نوع ضربه ای هستند ولی توربین گاز بیشتر از نوع عکس عملیست حالا در بحث عکس عملی که من دارم میگم و اینجا ملاحظه میکنید که به خاطر اختلاف فشار هست که داره توربین تولیده، توان خروجی میکنه اما در ماشین های ضربه ای مثل اتفاقی در توربین پلتون میفته مقدار فشار ثابته و یه جت آبی میره میخوره فشار تغییر نمیکنه به اون پدیده میگن زر... ایمپالس اصلا ایمپالس به معنای حالا ضربه که میگن یعنی وقتی فشار ثابته اما ریاکشن که عکس عمل هست وقتی است که فشار دستخوش تغییر بشه و همونجوری که ملاحظه میکنید فشار تغییر کنه در های بخار بیشتر راجع این قضیه صحبت خواهیم کرد آلفا ای که در اینجا نشون دادن بهش میگن سویرل انگر یا زاویه مثلا چرخش چنین چیزی که اگر خروجی شما بدونه چرخش باشه یعنی سویلنگلش صفر باشه در اون صورت این آلفاسه صفر میشه سیسه خروجی به صورت محوری خارج خواهد شد و مثلث قائم و زاویه خواهد شد این نکته هم که گفتم اینجا من احتمال کشیدم وقتی من پره های توربینم از شکل ایرفویل باشه به خاطر همین داستانی که گفتن دو تا ناحیه با فشارهای متفاوت شکل میگیره و به می میگن از نوع عکس العمل حالا اگه توربین من پره به این شکل باشه که خیلی شبیه توربین پلتونه اگه دقت کنید این نازلی از اینجا میاد آبو میپاشه روی توربین پد اینجا دفعه گاز با از یک نازلی با یه سرعت سی خارج میشه مماس بر پرره های بلیدی که به این شکله دیگه شبیه ایرفویل نیست بلکه شبیه باکت هایی است که در توربین پلتون داشتیم این باکت میگن به این به اینا وین شاید گفته بشه یا ایرفول بهش گفته میشه این اینا اسمشون باکت هست. کاپ هست. شبیه کاسه میمونه دیگه شبیه فنجون میمونه حالا از سیال با سرعت مماس به این دبلیو کی کشیدن مثلا مماس بر این ورودیه دیگه اما سی سرعت خروجی از نازله و باعث میشه که اختلاف اینها باعث میشه یه یو ایجاد بشه و یو باعث چرخوندن در حقیقت توربین بشه و از این ورن دبلیو دو دوباره مماس خارج میشه و دبلیو 1 با دبلیو 2 برابر است همونجوری که خاطرتون هست تو توربین پلتون ارز کردم و یا در مکانیک سرات یک اصلا ما میگفتیم با توجه اگر حتی استکاکی تو مسئله وجود نداشته باشه در اینجا دبلیو یک با دبلیو برنولی بنویسید بین این دوتا بدون استکاک برابر میشه چون سرعت‌های مماسی برابرند پس تغییر فشاری در پره های باکت ضربه ای ایجاد نمیشه اما در این ماشین که ملاحظه می‌کنید، خب دبلیوی که تو ورودی دارم با دبلیوی که در خروجی دارم با هم یکی نیست و سرعت های نسبی در ورودی و خروجی به روتور دستخوش تغییر میشه نه فشار هم دستخوش تغییر میشه و داستانایی که در قسمت قبل دیدید این نوع پایین از نوع ضربه است که اینجا دید U و سی ثابت هستند و اینها رو من در توربین بخار بیشتر راجع به صحبت میکنم و در توربین پلتون هم راجع به صحبت البته کردم من در توربین های گاز از نوع اکسل عملی و استفاده میشه و شکل پرها پر از نوع ایرفویل شکل هست تا از نوع کاب شکل و پس بریم سراغ قوارین بقا که ساختار رو حالا فکر میکنم شناختی به یک مقدمه خیلی مبسوطی من عرض کردم استاد این معادلات خیلی شباهت داره به قبل در داخل استاتور چون انرژی تزریق نمیشه H01 با H02 برابره دیگه فکرم توضیح بیشتر از این ندم انتالپی سکون در ورودی و خروجی استاتور ثابت در روت روتور اختلاف انتالپی سکون از ورودی تا خروجی یعنی H02 من های H03 میشه ای همون انرژی که داده شد یک سری تعریف مشابه قسمت قبل داریم اتای توتال توتال و اتای توتال استاتیک داریم که اسپاتینگ ولوسیتی داریم همون کانسپت هایی که در توربین گاز به خاطر همین کردم که شاید مناسب باشه شما اول ویدیوی مواد توربین گاز شایی رو ملاحظه کنید بعد اینو خود همین اسپاتینگ ولوسیتی رو من فکر کنم یه رو 20 اونجا توضیح میدم کانسپت گونگیس و دیاگرام مولیر رو رسم کردم اونجا و به کمک اون سعی کردم بگم ولی اسپاتینگ ولوسیتی رو من یه جمله بخوام بگم به شما سرعتی است که اگر به صورت آیزنتروپیک که خیالی چون هیچ وقت آیزنتروپیک نمیشه اما اگر به صورت آیزنتروپیک اتفاقات در داخل توربین رقم بخورد و انبساط و کاهش فشار و تولید توان خروجی به صورت کاملا آیزنتروپیک انجام بشود در آن صورت سرعتی که ایجاد میشه برابر با همین اسپاتینگ ولوسیتی از کمیت خیالی میانی است که کمک میکنه تا ما بتونیم روابطمون رو ساده تر بنویسیم یکی از کمیت هایی که اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه ضریب عکس عمل هست که افت آنتالپی استاتیک در روتور تقسیم بر افت آنتالپی کل در یک مرحله یعنی من H01 تا H03 توی یکی از این استیج های مختلفی که در توربین هست آنتالپی سکون من از ورودی تا خروجی از H01 تا H03 تغییر میکنه که من میدونم H01 با H02 برابره با توجه به همین چیزی پس این فقط میتونم بنیسم h02 منهای h03 پس تغییرات آنتالپی سکون از دو تا سه صورت خود آنتالپی استاتیک رو قرار دادم H2 منهای H3 به این مفهوم میگن ذریب اکسال عمل که من تو بحث دمنده ها و فن ها و بلاور ها خیلی روی این صحبت کردم چون اونا محوری بودن و اونجا فرقش این بود که ما H رو به فشار ارتباط میدادیم چون ایزوترمال بود ترکم ناپذیر بود دیگه و مس... و چگالی هم ثابت ولی اینجا دیگه شما اچو به دما باید مرتبط بکنید با فرض گاز کامل با خواص ثابت حالا اینجا در توربین گاز در توربین بخار خواهید دید که اونجا هیچ هم نمیتونید بکنید و خود آنتالپی باید کار کنید چون بخار نمیتونید بگید که انتالپیش برابر است با حاصل ضرب سی پی در دما چون گاز است ولی فعلا اینجا ما فرض کردیم که محصولات احتراقی که وارد توربین گاز میشه از نوع کامل باشه گاز کامل باشه و من اینجا h 2 منهای اچ 3 رو نوشتم کی 2 منهای اچ h یک منهای اچ 0 رو نوشتم تی یک منهای تی که تی با تی 2 برابر طبق این رابطه ای که میبینید کانسپتش هم که من همونجا توضیح دادم یه خلاصه اینجا دوباره اشاره میکنم اون چیزی که باعث میشه آنتالپی استاتیک با آنتالپی سکون متفاوت بشه سرعت به عبارت دیگه وقتی من آنتالپی سکون رو میذارم تو مخرج در واقع مجموع آنتالپی استاتیک و سرعت رو دارم میذارم وقتی تو سرعت اچ رو میذارم دیگه سرعت رو نمیذارم چون مفهوم به بکسل عمل یعنی اون مقدار تبادل انرژی از نوع پتانسیل یا از نوع استاتیک تقسیم بر اون نوع تبادل انرژی کل که سرعت انرژی جنبشی هم توش باشه به خاطر همین هست که تو مخرج من بهش میگفتیم دینامیک اینو داریم اون قسمتی که سرعت فقط هست رو میگفتیم دینامیک اون قسمت دیگر رو که سرعت نداشت میگفتیم پتانسیل مخرج مجموع سرعت که دینامیک هست و پتانسیل هست تو سرعت فقط پتانسیل قرار داده شده دیگه سرعت درش لحاظ نشده ما داریم تعریفش به خاطر مفلسفه تعریفش هم یک چنین چیزی که ما تو صورت استاتیک میذاریم تو مخرج کلو میذاریم یا سکونو میذاریم و اگه مراحل تکرار شونده باشه در آن صورت سرعت ورودی با سرعت خروجی برابر خب وقتی من دارم اینجا میگویم که اختلاف دمای سکون ورودی و خروجیه خب من دمای سکون رو میتونم بنویسم دمای استاتیک به علاوه سرعت پس اینو تی فکر میتونم بگم دمای ورودی به علاوه سرعت ورودی منهایه دمای خروجی به علاوه سرعت خروج سرعت ورودی خروجی برابره با هم کنسل میشه با هم ساده میشه پس اختلاف دمای سکون از ورودی خروجی همان اختلاف دمای استاتیک از ورودی تا خروجی میشه پس صورت که تغییر نکرده اچ دومن منهای اچ سه و اگه تکرار شونده باشه اچ یک منهای های اچ خواهد شد و واسه دقت کنین وقتی میگم که اینجا اچ 01 میتونم اچ 02 بنویسم دقت کنین که بین ورود 1 و 2 فقط در آنتالپی سکون برابرها اچ 1 با اچ 2 برابر نیست اچ 01 با اچ 02 و دو جوری اینو میتونید سادش کنین یا به جای این بنویسید اچ 02 یا اینکه اگه مراحل تکرار شونده باشه سرعت ورودی و سی 1 و سی 3 برابر باشه میتونید اچ 1 منهای اچ 3 خلاص بعد اگه چند مرحله ای باشه ماشین توتال تو توتال تعریف میشه که در توربین های گاز محوری خب معمولا چند مرحله ای تعریف ساخته میشن این ماشین ها اصلا مزیتشون نسبت به شوهای اینه که چند معمولا اینو توی ماشین های محوری شاید بیشتر بشه استفاده کرد ازش چند مرحله است که تی های تی این اینایی که گفتم تا الان ضریب اکس عمل بود حالا در مورد راندمان دارم صحبت میکنم تعریفش مشابه با قسمت های قبل هست که تای توتال, تو... تو... توتال میشه اچ تی منهای تی صفر سه یا اچ اس 1 منهای اچ سه هر جفتش رو اچ بنویسید از بالا پایین رو تی صفر یک منهای تی صفر سه تقسیم بر تی صفر یک منهای تی صفر سه پریم کانسپت اینجاست که اگه چند مرحله ای باشه از این کانسپت بیشتر استفاده میشه ولی اینجا از ماشین هایی که معمولا یک مرحله هستن از اتای توتال استاتیک استفاده میشه و فقط فرقش که تو مخرج -3 اینجا 3 خب تفاوت بینه 3 خروجیه ما روتور هست و خروجی روتور اگر به اتمسفر تخلیه بشه در آن صورت یک انرژی جنبشی سیال خروجی هدر میره و دیگه استفاده نمیشه ازش اما اگر که ماشین چند مرحله ای باشه سه که خروجی روتور هست میشه ورودی روتور بعدی در نتیجه انرژی جنبشی که در خروجی وجود داره هدر نمیره بلکه وارد مرحله بعدی میشه به خاطر همین تو ماشین‌های چند مرحله‌ای ای از صفر سپریم استفاده می‌شه به عبارت دیگه انرژی جنبشی که در سیال خروجی هست هم لحاظ می‌شه و دیگه از بین نرفته و فرض می‌کنیم که اونو داریم استفاده میکنیم اما اینجا از سه استفاده می‌شه و تفاوت بین صفر سه و سه خب انرژی جنبشی اینجا چون انرژی جنبشی هدر رفته نه از سپریم استفاده می‌شه به خاطر همین هم حالا میتونید ویدیو رو پست کنید و حدس بزنید با این کانسپتی که گفتم اتای توتال استاتیک بیشتره یا اعطای توتال توتال مقدار بیشتر است من اینو تو ویدیوی قبلی هم راجبش توضیح دادم ولی حالا این یک رو ندیدید اینجا دیگه فکر میتونید خودتون به شکل اوریجینال فکر کنید ببین آیا متوجه میشه که باید کدوم اینا راندمان بالاتری داشته باشه و وقتی من انرژی جنبشی خروجی هدر بره باید راندمانم کوچک کوچیک باشه دیگه کاهش تا سیستم من افیشنت کمتر افیشنت است و شما میدونید که مقادیر استاتیک مثل تیسه سه کوچکتر از موارد مقادیر سکون یا تی صفر هستن پس این تی مقدار کوچکتری است پس مخرج مقدار بزرگتری است پس راندمان توتال استاتیک مقدار کوچکتری است به خاطر که من فرض کردم در حالت اینجا هست انرژی جنبشی رو دیگه من از دست بدم و این انرژی از دست رفته باعث میشه که راندمان افت بکنه چه زمان انرژی جنبشی از دست میره وقتی که سعی خروجی من به اتمسفر باشه و انرژی جنبشی من وارد اتمسفر بشه خودم انرژی جنبشی خروجی باعث ایجاد سر و صدا هم میشه البته و نویز یکی از مشکلاتی است که در توربوجت ها ما داریم و دیگه اینو فکر میکنم به درس توربین گاز موتور جت باید که همین باعث میشه که یک توربو فن هایی قرار داده بشه و داستان خیلی طولانی است پارامترهای دیگه ای که داریم ضریب بار هست یا بلید لودینگ کوفیشنت داشتیم که قبلا همین رو داشتیم با ساینشون میدادیم نسبت ای به یو دو هست که ای طبق معادله اویلر به صورت سی یو منهای سی یو سه نوشته میشه یا دلتا سی یو صورت رو میذاریم تقسیم بر یو دقت کنید که معادل اویلر ای مساوی یو در اینه یه یو دو اینجا دارم که یه یو با هم ساده میشه و یه یو به توان یک تو مخرج میمونه و حواستمون هست که در ماشین های محوری یو دیگه اندیس نداره و یو یک و یو دو نداره میتونیم فاکتور بگیریم چون یو ثابته و دیگه مخرج هم یک و یو دو اینا ننوشتم دیگه ساده شده رسیده به اینجا میتونم سای رو به ماشین رو به گونه ای طراحی کنم توربین گازو که سای کم باشه یا سای زیاد باشه ولی اصولا اگر سای رو شما کم در نظر بگیرید یعنی فرض کنید به باری که برای هر استیج دارید مقدار خیلی کمی باشه در اون صورت باید خیلی مراحل طولانی داشته باشه 10 تا استیج 5 تا استیج داشته باشه دقت کنید ما محدودیت توی کمپرسور رو اینجا نداریم توی کمپرسور چون دیف... گرادیان فشار مخالفه اونجا باید شما به صورت تدریجی کار فرایند دیفیوژن انجام بدید اما اینجا با اون مشکل رو نداره نه چه میتونیم سای و مقادیر خیلی بالایی بگیریم یا پایین گیریم و تعداد مراحلمون رو که اگه سای رو من کم بگیرم یعنی به صورت تدریجی فرایند تولید توان رو انجام بدم در آن صورت ای کمه دیگه ای اگه کم باشه در آن صورت تو هر استیج مقدار کمی باید تولید بشه و شما قراره مثلا 100 واحد کار توان تولید کنید تو هر استیج ده تا تو فقط تولید بشه خب 10 مرحله نیاز خواهید داشت دیگه و وقتی 10 مرحله نیاز داشته باشید توربین شما خیلی توربین طولانی میشه طولش افزایش پیدا میکنه از طرف دیگه اگه سای رو این دفعه زیاد بگیرید مقدار بزرگی در نظر بگیرید پرهای شما خیلی خمیده میشه و اون کمبرلاین شما خیلی قوز پیدا میکنه اصطلاحا مثلث سرعت ها خیلی اسکود میشه له میشه مثل اون چیزی که در کانسپت هایی که توی شبکه بندی داشتیم، مثلث هایی که توی شبکه بندی استفاده میکنیم. به خاطر هم یک گویا یه مقدار اپتیمومی داریم یه مقدار وسطی داریم در یه پارامتر بعدی بی بعد دیگه ای که داریم ضریب جریان یا فلو کوفیشنت که فی نسبت سی ام ارتفاع مثلث که مقدار ثابتی است تقسیم بر یو که اینم مقدار ثابتی است که اگر فی رو این دفعه کمتر بگیرید یعنی اینکه مقدار سی ام کم شده در اینچه اگه دبی ثابت باشه شما نیازمند مساحت بزرگتری هستید پس باید توربین گاز شما دهانه ورودیش خیلی بزرگ باشه این دفعه شعاعش زیاد میشه نه تو قسمت قبل گفتم طولش بزرگ میشه توربین طولانی میشه تو اینجا گفتم شعاعش این دفعه بزرگ میشه پس اگه فی رو خیلی کم بگیرید یعنی مساحت ورودی رو باید بزرگتر بگیرید و در نتیجه مساحت بزرگ میشه اما اگر فی رو و تلفات هم البته این هم باید در نظر بگیریم که فی اگه کمتر باشد به معنای این هستش که سی ام کمتره سرعت ها کوچکتر هستن سرعت ها کمتر باشن تلفات مقادیر کوچکتری داره پس اگر ببینید روند های متفاوتی است دیگه شما اگه فی رو کم بگیرید میتونید در عوض بهایی که پرداخت میکنید اینه که تورمی بزرگتری دارید شما حجیمه خیلی ولی در عوض تلفات رو بخاطر اینه مثلا اگه شما فرض کنید موتور جتی که توی روی بال هواپیما ها نصب میشه دیدید دیگه دید اگه اون خراب باشه فیش رو خیلی کم بگیریم باید خیلی بزرگتر از اون باشه و نکته خاصی در اینجا وجود نداره این نکته هم که عرض کردم توربین بخار معمولا از نوع ضربه ای است مراحلی که در توربین بخار استفاده میشه بیشتر از نوع ضربه است و به خاطر همین نسبت فشارهای خیلی زیادی رو میتونه ایجاد بکنه شما در توربین بخار شاید افت فشاری که در بخار ایجاد میکنید مثلا 100 برابر بتونید فشار کم کنید 50 برابر بتونید فشار کم کنید چون از نوع پل... توربین پلتون هم همینو داشتیم اگه خاطرتون بیاد میگفتیم توربین پلتون برای ارتفاعهای ریزش خیلی بالا استفاده میشه تو مناطق کوهستانی که صد چند متری 300 متری داریم اما ها توربین های اکسول عملی برای ارتفاع ریزش پایینه همون کانسپت اینجا هم هست که نسبت فشارهای خیلی زیادی تولید میکنه ولی توربین گاز از نوع اکسال عملی است معمولا و نسبت فشار کمتری در خروجی تولید می چون به اجازه بپس نوع ضربه رو بذاریم برای ویدیو مربوط به توربین بخار یه نکته نکته‌ای هم در مورد فیوسای عرض بکنم به شما و اینم که شما بالاخره وقتی همین نکته‌ای که گفتم فی اگه کم باشه چی میشه یا سای اگه کم باشه چی میشه در کاربردهای صنعتی که راندمان خیلی دارای اهمیته در فیوسای رو مقدار کمی در نظر میگیرم. خب وقتی فیوسای کم باشه فی کم باشه همونجوری گفتم خب در اینچه مساحت شما بزرگتره سرعت کمتره و تلفات کمتره و راندمان بیشتر میشه اگه سای هم کم باشه شما دلاخره تغییراتتون تدریجی تر انجام میشه و چون تدریجی تره هر وقتی فرندی آنی انجام بشه تلفاتش هم به هایی که پرداخت میکنی اینه که تلفات بیشتری رو باید قبول کن ولی تو بحثایی که مثلا یه توربین موتور جتی هست که این شما دستتون باز نیست که اینو حجیمش کنید تا هر مقداری که خواستید طولش رو بیشتر کنید یا هر چه خواستید شعایش رو بیشتر کنید در توی توی بحث‌های صنعتی معمولا توربین‌هایی هستن بزرگتر و طولانی‌تر هستن در عوض راندمان بالاتری دارن اما در موتور جت چون شما دنبال مشکل فضا دارید بالاخره نمیتونید هر اندازه ای روی بال هواپیما نصب کنید در اینشه برای بهایی که میدید اینه که راندمان موتور جت در قیاس با توربینهای های گاز صنعتی پایینتره در عوض فیوس های بزرگتر انتخاب میشه اما کوچیکتر و کوتاهتر کوتاه یعنی طول کم کوچک یعنی کوچک کوچکتر و طبیعتا وزن کمتر اونجا ما چالشی که داریم وزن دیگه توی هواپیما و این موتور من وزن کمتری داشته باشه داشته باشه نه متریال کمتری استفاده بشه بعد حجمش کوچکتر باشه این اینجا هستش که دیگه مهندسی وارد میشه و شما باید ببینید اصلا برای چه کاربردی دارید طراحی میکنه که من یک ویدیویی که در مورد طراحی پمپ ضبط کردم در ابتداش یک فاز صفر طراحی عرض کردم گفتم قبل از اینکه اصلا این شروع کنید شما به طراحی پمپ باید تصمیم به یه سری به صورت کانسپچوال دیزاین اند مثلا برای چه جایی دارید طراحی میکنید چه خط قرمز هایی دارید و سرخط طراحیتون رو مشخص من توصیه حتما اون ویدیو رو به درسته برای پمپ ولی هایی که اونجا هست رفتی به پمپ نداره و میتونه مصادیقش برای پمپ ولی مفاهیمش کلیست خب دیاگرام مولیه رو با هم نگاه میکنیم من اینجور قبلا تو دوربین گاز شوهایی رسم کردم و خیلی شباهت داره من اجازه سریع از روش رد بشم محور عمودی میتونه اچ باشه میتونه دما باشه من اینجا چون دما نوشتم اینجا من سی به توان دو, دو سی نوشتم اینجا و محور افقی است به سمت پایین حرکت خواهیم کرد چون انبساط داریم فشار و دما کاهش پیدا میکنه به سمت راست حرکت خواهیم کرد چون طبق دوم ترمودینامیک آنتروپی افزایش پیدا میکنه نقطه ورودی به استاتور یک هست که به اندازه سی یک رو تقسیم بر دو سی پی برم به بالا به صفر یک میرسم پی یک رو اینجا ملاحظه میکنید فشار سکون و نقطه یک تا دو این نماینده نازل یا استاتور هست و اگه به صورت عمودی بیام دو میشه شرایط خروجی استاتور وقتی که به فشار مشابه برسه در حالت آیزنتروپیک چون این خط چینی که اینجا میبینید آیزنتروپیک عمودی اومدن پایین دو میشه خروجی استاتور یا ورودی روتور این قسمت دو تا سه ای که میبینید اتفاقات داخل روتور هست که باز هم که از نقطه دو به شکل عمودی از نقطه دو به شکل عمودی بیان پایین آیزنتروپیک بیان پایین به همون فشار خروجی برسم این سه زگوند خواهد شد و اگه خطوط هم فشار رو ادامه بدم خط چین اولیه رو قطع کنه سه پریم به دست میاد و اگه دو رو امتداد بدم به پایین میشه دو پریم این سه پریم و به شکل و اگر که از نقطه سه به صورت سی سه به دو تقسیم بر دو سی پی برم بالا به خط هم فشار سکون خواهم رسید و اینو اگه امتداد بدم بیاد پایین سه صفر سه پریم خواهد شد که من ننوشتم اینجا سه این مدل سه پریم میشه ولی سفر سه پریم میشه در حقیقت دیگه و همین سه پریم و سفر سپریم رو من در اینجاها استفاده کردم سفر سپریم و تامچیک میبینی سپریم از سفر سپریم مقدار پایین تری داره این سپریم این چیزی که اینجا میبینی سفر سپریمه که من ننوشتم بچه. و نقطه دو رو اگر به اندازه سرعتش بیان بالا میرسم به فشار سکون نقطه دو که و البته اگه افقی برم دمای سکون ایجاد میشه من میدونم که دمای سکون نقطه دو و دمای سکون نقطه یک برابره به خاطر اینکه طبق قانون بقای انرژی H صفر یک مساوی H صفر هست که یا تی صفر یک مساوی تی صفر هست پس من اینو اومدم به گونه ای اومدم بالا که برسم به همون دمای سکون خط افقی بین صفر یک و صفر دو بشه رسم کرد این خط طولانی تر میشه C2 به توان دو تقسیم بر دو CP این خط کوتاهتر میشه C1 به توان دو تقسیم بر دو CP پس اتفاقاتی که در یک تا دو افتاده که نازل هست باعث شده که سرعت در خروجی نسبت به سرعت در ورودی افزایش پیدا کنه این خلاصه ای بود از چیزی که برای دیاگرام مولیر و هم در توربین اشاره کرد یک حالا بعد نیست که توربین گاز ببینید شما این قسمتی که خیلی مراحل زیاد و طولانی داره توربین کمپرسور هست اینجا هوا از اتمسفر مکیده میشه داخل دو سه چهار پنج شیش هفت فکر کنم چیزی که من اینجا میبینم حدود هشت, 8... تا تقریبا مرحله کمپرسور داریم در صورتی که تو توربین دو مرحله صرفا داریم این نکت نکته است که عرض کردم اینجا هم دهانه خروجیه که تو این قسمت وسط سیال از اطراف تزریق میشه و در اینجا به واسطه پمپ هایی که هست تزریق میشه و احتراق انجام میشه حالا در یک سیال پرسرعتی داره احتراق انجام مثل اینکه توی طوفان شما بخواید یک شم روشن کنید یا کبریت روشن کنید و بعد محصولات احتراق از لابلای بلیت ها حرکت خواهند کرد استاتور ها رو میبینید و روتور رو میبینید این ورم همچنین استاتور رو میبینید و اینجا باعث چرخاندن این خواهد شد و از اینجا با سرعت زیاد از پشت خارج میشه که این خروج مومنتومی که داره خارج میشه از انتها باعث ایجاد نیروی جلو برندگی خواهد شد و اسپول ها را ملاحظه می کنید که اینها رو به هم دیگه متصل کرده در وسط و اطرافش هم محفظی احتراق هست بسیار بحث های تک است این داستان مدیوم و مدیوم پرشر لو پرشر های پرشر رو ها نام که عرض کردن بشه خب بریم سراغ فرآیند طراحی و پارامترهای ورودی و یک مثال حل کنیم شما وقتی میگم طراحی من چند تا نکته همیشه عرض کردم باز خلاصه اینو عرض بکنم اینکه به تعداد بیننده های این ویدیو میتونیم ما طول ماشین ما کنیم ما در ابتدا یک سری گایدلاین به شما میدیم یا اصول طراحی میدیم و شما باید در یک سری رنج های پارامتراتون رو آزادید که انتخاب کنید بستگی به طبع مهندسی که دارید میتونید به محافظه کار عمل کنید یا نه دست بالا بگیرید دست ولی خارج از اون محدوده نباید انتخاب کنید و البته اینجوری هم نیست که حالا یه 5 درصد اگه خارج اون محدوده افتاد دیگه کنف بشه حالا افیشنسی افت میکنه ولی میتونید یه مقدار خارج از اون محدوده انتخاب بکنید و نکته بعدی هست خب این محدوده هایی که اینجا پیشنهاداتی که اینجا میبینید هر کدوم از یه مقاله اومده و طرف رفته تحلیل اکسپریمنت انجام داده تحلیل سی اف انجام داده و نتیجه گرفته که در این رنج اگه باشه اینا اعداد ارزشمندی هستن و اینجوری هم نیست که در از یه خط بشه اینا اثبات البته بعضی هاشو میشه مثلا تو توربین پلتو من سعی کردم که یه عدد نیمی داشتیم که احتمال تو توربین بخارم من به اون عدد نیم اشاره خواهم کرد میگفتم بهینه ترین حالت نیمه یه چیزی حالا نداره که اون نیم من ولی همیشه نمیشه اینا چون خیلی دانش طراحی سنگینی پشت اینها هست تازه اونی که تو مقاله ها چاپ میشه بسیار از این شرکت هایی که تولید کننده توربین ها هستن داکیومنت های خودشون رو مثل اسرار خودشون ناموس خودشون میدونن و اینا در اختیار دیگران قرار نمیدن اون چیزی که در مقاله ها در اختیار ما هست این هست و در خارج از کشور که زیمنس و ارز جنرال موتورز و شرکت های مختلف از بنز و اینا بگیری تا تسلا و اینها یا ارزم حضور شما که شرکت های تولید کننده توربین گاز اینها همه بسیار جلوتر از دانشگاه هستند و متاسفانه در ایران کاملا برعکس فرند طراحی یک سری ورودی داره سه چهار تا عدد به شما میدیم شما با همین سه تا چهار تا عدد میتونید 340 تا پارامتر طراحی رو با سلیقه خودتون طراحی کنید در توربین گاز معمولا دما فشار ورودی یا خروجی از محفظی احتراق که ورودی به توربین هست داده میشه شرایط خروجی که اتمسفریک هست میتونه داده بشه دوی جرمی میتونه داده بشه یا توان خروجی چون اینها با هم دیگه رابطه دارن دیگه شما اگه ای رو داشته باشید ای رو به امداد ضرب کنید خب توان خروجی میشه دیگه در یکی از اینا رو به شما بدم گویی اون یکی رو به شما دادم یکی از این حالت ها داده میشه اولین کمیاتی که وجود داره حد اکثر سرعت پره هست که 1200 فوت بر ثانیه داده شده فوت بر ثانیه اولا دقت کنید که این سرعت محیطی که اینجا میبینید و منظور حاصل ضرب آرومگاست یعنی در دور ماشین خب چون ما داریم از پیش دایامیتر استفاده میکنیم در این چیزی که اینجا میبینید برای سرعت های محیطی در قطر متوسطه یعنی باید تیپ و هاب رو جمع کنید تقسیم بر دو کنید وسط به دست بیاد زب در اومگا بکنید و بعد میتونید از اینجا در حقیقت ببینید آیا سرعتی که به دست اومده باید 1200 رد میکنه یا البته رد میکنه یا نمیکنه دقت کنید که این تنش، علت این شرطی که من اینجا گذاشتم به خاطر تنش هایی است که توی بدن ایجاد شده و هر چقدر که شما بخواید به سرعت های محیطی بیشتری برسید باید پره شما به لحاظ مکانیکی مستحکم تر باشه تا بتونه این اختلاف فشاری که ایجاد میشه رو تحمل کنید اینجا من بحث کردم که وقتی که این سرعت محیطی بیشتر بشه اختلاف فشاری که این دو سمت وجود داره تشدید میشه و باید شما از یک وتری استفاده بکنید که کرد این وتری که اینجا می‌بینید از یک ایرفایل استفاده بکنید که وتر بزرگتری داشته باشه که بتونه تحمل بکنه این اختلاف فشاری که میگه از جنس آلیاژی که تو بدن استفاده می‌کنید خیلی باید مستحکم تر باشه و ملاحظات خلاصه متالورژیکی و مهندسی مواد و سازه‌ای داره من در قسمت مربوط به کمپرسورها اونجا اشاره کردم که شما چه جوری تشخیص بدید که یک چنین بلید هایی هست از نوع توربینی یا کمپرسوری رو در داخل پرانتز عرض کنم که شما ارجاع میدم به اون فصل که گفتم شما نگاه کردم به اینها باید بتونید تشخیص بدید که این از نوع کمپرسوره یا خیلی شبیه هم هستن این گلوگاه اونجا اشاره کردم موارد دیگه حالا بحث استحکام و جانمایی که اینجا ایجاد میشه طول اینو باید بزرگتر بکنید وقتی که بحث این 1200 فوت پرس حالا چجوری ممکن ممکنه این سرعت بیشتر بشه آرومگاس دیگه یا شعاع بزرگتر بشه که همین این شعاع بزرگتر رو من در بخش مربوط به فی راجع بهش صحبت کردم که شما اگه فی رو کمتر بگیرید باید ماشین شما حجیم‌تر میشه تا اینکه آرومگاش بیشتر میشه از اینجا ما بعد مستحکم‌تر ساخته بشه و از طرف دیگه دور ماشین بیشتر بشه اگه دور ماشین شما از یه حدی بیشتر بکنید این 1200 رد میکنه و دیگه یه محدوده طراحی است و این پارامتر بعدی افت دمای سکون در هر مرحله هست که بین 250 تا 350 درجه فارنهایت مناسب هست که شما میتونید از این استفاده کنید مشابه کاری که در کمپرسورها انجام دادیم تعداد مراحل لازم در توربینتون رو فقط مشخص کنید که شما کلا چه مقدار افت دمای سکون دارید و و افت دمای سکون مجاز تو هر مرحله هم 250 درجه فارنهایت مثلا فرض کنید که 750 درجه فارنهایت دارید افت, افت دمای سکون کلی که مورد نیاز شما از 750 مثلا هست اگه شما به این نتیجه برسید که تو هر مرحله 250 درجه فارنهایت افت فشار افت دمای سکون دارید در اون صورت مرحله ای باشه تو. و البته این نکته بعدی همینه اینه که خب این افت دمایی که اینجا میبینید و مقایسه کنید با افت دمای مجازی که توی کمپرسورها داشتیم و خواهید که این عدد بزرگتری است نسبت به اون به خاطر همین داستان هستش که تعداد مراحلی که تو کمپرسورها ما داریم خیلی بیشتره 20 مرحله داریم ولی اینجا شما میتونید تو 20 مرحله تو دو سه مرحله به جای اون 20 مرحله ای که اونجا داشتیم چون میزان افت دمای مجازی که اینجا من به شما دادم البته فارنهایت دقت کنید خیلی بیشتر از اون مقدار افت دمای سکونی است که در کمپرسورها مجاز بود من در مورد کمپرسورها مثال حل کردم و یه مثال خیلی تورانی کمپرسور محوری رو اومدیم به شکل کامل طراحی کردیم و این دمای افت دماغ... اونجا افزایش البته دما هست دیگه دمای سکون مجاز تو هر مرحله رو اونجا من به دست آوردم میتونید برگردید اونجا و یک مقایسه ای بکنید با این عدد 250 تا 350 درجه فارنهایتی که اینجا عرض میکنه ضریب عکس عمل کمتر از هفته هم مناسب هست اگر ضریب عکس عمل نزدیک به صفر به دست بیاد این نوع پره هایی که شما داشتید از نوع ضربه ای بوده و چون وقتی میگم ضریب عکس عمل تو صورتش تغییرات انرژی پتانسیله انرژی پتانسیل خب فشار دیگه وقتی فشار در توربین تغییر نکنه یعنی از نوع ضربه ای باشه مشابه چیزی که اینجا میبینید و سرعت نسبی تغییر نکرده در آن صورت صورت کس صفر میشه و ذریع و اکسول عمل صفر خواهد شد خیلی بدی است دیگه و ولی ما نمیگیم صفر نزدیک به صفر باشه از نوع بیشتر از نوع این میشه اما هر چقدر که ضریب برکسون عمل افزایش پیدا میکنه به سمت اکسل عملی بودن میل خواهد کرد من همونجوری که کردم در انشاءالله ویدیو این به بخار من در این مورد خیلی بیشتر و مبسودتر صحبت خواهم کرد که چون در اونجا بیشتر ما از ما این پالسی داریم به خاطر ولی معمولا حالا اگه اونجا هم همینو خواهم گفت که مراحل ابتدایی بیشتر از نوع ایمپالس هست و از دریل اکسول عمل کمتره و هر که به سمت جلو حرکت میکنیم تو مراحل بعدی زری عکس عمل افزایش پیدا میکنه و پره بعدی بیشتر از نوع عکس عملی هستن و احتمال عکس این تو کمپرسور بود تو کمپرسور هم میگفت تو مراحل ابتدای زری عکس عمل بزرگتره و هر می‌ریم جلو ذریب عکس عمل که حتی من تو مثالی که کردم زری عکس عمل رو نیم گرفتم اوایل هفته بود هشته بود بعد شد نیم چون عکس دیگه دقیقا فرند ما عکسه در این, این روند ها عکس کمپرسور است و نسبت آر هاب به آر تیپ یعنی این شوهای ریشه به شوهای نک که عدد کوچکتر از یکی طبیعتاً باید باشه بین 6 تا 82 800 هم مقدار مناسبی هر این عدد به یک نزدیک تر باشه یعنی اون فضای عبور سیال مقدار خیلی باریکی است مثلا اینجا اگه نگاه بکنید ها به من اینجاست حالا شوهایش رو سعی کنید تخمین بزنید که فاصلش تا مرکز چقدره من اگه مثلا سعی کنم اینجا یه خط افقی رسم بکنم این مقدار حالا از من قبول بکنید که با یک تخمینی این اگه مثلا شفت من باشه شما از اینجا تا اینجا رو در نظر بگیرید و از اینجا تا نوک پره رو در نظر بگیرید مطمئنا از حدوداش شیشدهم تقریبا میتونه باشه شست و خوردهی صدم میتونه باشه و شیشدهم تا هشتاد و هشت صدم ضریب باری که عرض کردم به شما که راجبش بحث کردیم که زیاد باشه کم بشه چی میشه بین نهدهم تا دو هشت حالا وقتی میگیم خیلی کم نشه و خیلی زیاد نشه به عنوان طراح مجازید که بین 9 تا 2.8 8 بازی کنید ولی دیگه خارج از این محدوده دیگه خیلی طولانی میشه یا خیلی کامپکت میشه و دیگه راندمان افت خیلی زیادی پیدا میکنه ذریب دبی هم همین طور بین 25 تا 1.4 مجازید که انتخاب بکنید و خارج از این پیشنهاد میشه که انتخاب نکنید حالا ممکنه شما 25 دهم ممکنه 1 بگیرید به هر حال شما مهندس طراح هستید و با میتونید با توجه به سلیقه که دارید و البته شرایطی که دارید می میکنید انتخاب کنید آلفاس زیر 20 درجه آلفاس اگرتون یادتون باشه میگفتیم بهش سوی لنگل برای ماشین های تکرار شونده آلفا یک با برابر همونجوری که عرض کردم یه بار دیگه حالا نشون بدم به شما روی این شکلی که اینجا ملاحظه کردید که مقدار این آلفاس ای که اینجا داریم این بهش میگفتیم سوی لنگل. از 20 درجه کوچکتر باشد و این آلفا هم که این بالا من حالا اینجا برابر نکشیدم چون لزوما حالا ممکنه برابر نباشه ولی آلفا یک برابر و کوچکتر از 20 درجه اگه تکرار شه نرمال باشه نرمال استیج باشه و عدد ماخ خروجی نازل در محدوده صوتی قرار بگیره که خطر وقوع موج ضربه و پدیده خفگی در داخل روتور ایجاد نشه خروجی نازل اینا رو و ورودی به روتور هست و از سیال در ورودی روتور بین 60 تا 75 درجه این تقریبا معیارهایی است که داده شده. این مثال حل کنیم. این دفعه میخوام مثال این را متفاوت انجام بدم و مثال متفاوتی بنویسم. چون ممکنه شما بالاخره یه وقتی هست که یه ماشینی دارید و مهندسی معکوس انجام میدید روش و یا یه وقتی هستش که یه ماشین طراحی میکنید. این بماند کنار. حالا یه وقتی هست یه ماشینی به شما میدن. شما میخواید چک بکنید. ببینید آیا این ماشین به صورت درستی طراحی شده یا نشده؟ آیا ای بو ایرادی داره برای مثال به عنوان ناظر دارید یک مثلا تو ممکن اصلا تو یه سن شرکتی باشه یک توربینی طراحی شده شما میخواین نظارت کنید به عنوان کسی که سرپرست یک گروهی هست این گروه میرن یه توربینی طراحی میکنن میان به شما میدن شما باید چک بکنید آیا این اون گایدلاین هایی که در قسمت قبل به شما گفتم رو پاس میکنه یا نمیکنه اینجا میخوام با یک چند استراتژی برم جلو یک توربین گاز محوری داریم که این خصوصیات طراحی شده اینو تیم طراحی طراحی کرده داده به شما شما نظر خودتون در مورد این طراحی بیان کنید ای بو ایرادش اگه کامنتی دارید بهش بدید بالا پایینی هست نکته‌ای در موردش هست اینو بگید محصولات احتراق رو دیگه گاماشو یک ماه سه باید بگیریم گامای هوا رو نگیرید یک و چهار هست یک و هست. یک, یک, یک اینا معمولا اینجوری گرفته میشه و سیستم هم از نوع انگلیسی هست و ثابت گاز محصولات احتراق 1718 فوت پوند بر اسلاک رانکین هست که و البته تیم طراحی داره به شما میگه این چیزی که من طراحی کردم جز مرحله تکرار شونده است جز مراحل ورودی یا خروجی و اینا نیست بیشتر اون وسطی از تقریبا این چنین چیزی میشه گفت و شرایط ورودی خروجی تقریبا با هم دیگه یکی اینو به شما گفتم و اینو به شما تحویل دادم دورش 7000 RPM هست 733 رادیان بر ثانیه یادتون باشه دوری که ما تو توربین گاز شوهای داشتیم نزدیک 40000 آر پی بود خب اینجا دور پایین تره دیگه چون سرعت های محیطی محدودیت داره شما نمیتونید دورتون رو همینجوری ببرید بالا اتفاقا یادتون باشه من اینجا یک محدودیتی روی سرعت محیطی دادم این 1200 حاصل ضرب آر است از یه طرف به شوها مرتبط میشه از یه طرف به دور ماشین مرتبط میشه و خلاصه دور رو دادیم که میشه 733 رادیان بر ثانیه شوهای متوسط یک و فوت شعاع متوسط یعنی در اون وسط این همون پیچ دایامیتر هست پیچ رادیوس هست ماخ یک رو داده به شما مقادیر الفا دو و الفا سه به شما داده شده صفر درجه و 63 درجه این همون سویل لنگلیس که عرض کردم که اگه صفر باشه مثلث قائم الزاویه میشه اول شما میاید سرعت محیطی رو حساب خواهید کرد که شعاع متوسط داده شده به شما دور ماشین هم مشخصه 1099 6 فوت و ثانیه است که این از مقدار 1200 فوت بر ثانیه کوچکتره از مقدار مشکل تنش و استحکام مکانیکی نخواهید داشت مثلث سرعت ها رو اول چک رسم خواهید کرد در ورودی به روتور یودو قاعدش سی دو و آلفا دو مقادیر مشخصی هستند که داده شده الفا 263 درجه هست و حالا جدا از اینکه چک کنید ببینید آیا در این محدوده ای که اینجا به شما گفته شده هست یا نه مثلا اینجا ما گفتیم الفا 320 درجه باشه خب این هست دیگه اینجا طبق چیزی که اینجا میبینید و یا برای مثال گفته شده که زاویه سیال در ورودی روتور بین 60 تا 75 درجه باشه خب اینجا نگاه می‌کنم بین 63 درجه است اینو دیگه فرضمون اینه که شما چک میکنید یا بعد این 1200 رو برای مثال داریم چک میکنیم اینجا و البته این رو هم باید چک بکنیم که عدد ماخی که در ورودی به روتور برابر با یک یک داده شده در محدوده رنج طراحی که گفتیم در محدوده سونیک بیفته یعنی بین هشت هم تا یک بیفته الان وجود داره پس با توجه به طراحی که انجام شده عدد ماخ ورودی به روتور که ماخ یک نشون داده شده در اینجا در داخل رنج طراحی قابل قبول هست خب در این قسمت دنبال این هستم که مثلث سرعت ها رو رسم بکنم من الان یو که این کوچولو هست و دارم و این راستای محوری من هست و یو رو در قسمت قبل حساب کردم 1099 میشه این قاعده ای مثلث پس طرفی زاویه الفا دورم که دارم و چون مثبت داده شده نه اینکه من سی دو فلش اگه بخوام رسم بکنم به صورت فلش باید اگه این مقدار یو من باشه طبیعتا باید سی رو به ای رست بکنم که تصویرش در راستای مماس قرار بگیره چون این چیزی حال از من قبول بکنی تقریبا هستش و آلفادو همجوری مثبت رست شده پس و برای اینکه دیگه مشخصه دیگه نیاز دارم و اون مشخصه دیگه مقدار سی دو هست یا طول زل بزرگتر هست که اینجا الان میبینید که اینو به کمک عدد ماخ داده شده میتونم حساب بکنم شما میدونید تعریف نسبت دمای سکون به دمای استاتیک برابر است با یک این چیزی که در درس دینامیکاز یا در فصل کمپرسور من این مقدار بیشتر راجع صحبت کردم خب ماخ یک رو دارم گاما رو دارم نسبت دمای استاتیک به سکون رو میتونم به دست بیارم دمای استاتیک مجهوله دمای سکون هم داده شده پس تی دو میشه 2948 رانکی و حالا به میتونم دو جور برم جلو میتونم از تعریف دیگر خواست استاتیک و سکون استفاده کنم اینو به توان دو برسونید دو رو ببرید پایین میشه سی دو به توان دو دوم مساویس با سی در اختلاف دمای سکون و استاتیک همون اختلاف هم تعریف هستم خواست اچ سکون و اچ توتال هست یا میتونم با توجه به این دمایی که اینجا دارم برم سرعت صوت رو حساب کنم رادیکال گاما آر تی و بعد با توجه به عدد ماخی که داده شده و نسبت سرعت به سرعت صوت هست سرعت رو به دست بیارم فرقی نمیکنه دو مقدار این سی 2 است که اینجا پس قاعده هزار خورده ایه این یکی 2000 خورده است حالا برم سراغ مثلث سرعت ها رسم شده پس یه خطی به طول یو رسم میکنم نقاله رو میذارم اینجا این زاویه میشه در حقیقت متمم الفا دو. چون یه مثلث قائم الزاویه دارم الفا دو رو دارم یه خط با زاویه متمم الفا دو رسم میکنم با طول مشخص این رأس مثلث به دست خواهد اومد که وصلش میکنم به اینجا مثلا ارتفاع مثلث رو میخوام ارتفاع مثلث میشه سی دو کسینوس الفا دو که میشه 1176 فوت ثانیه که سی ام در ورودی با سی ام در خروجی برابره چون ماشین محوری و از طرفی در خروجی الفا صفره پس مثلث در خروجی قائم زاوی است پس این سی میکردم که الان میبینید میشه سی ام خروجی و سی ام خروجی همون سی سه پس این سی ام 1176 سی سه هم هست در حقیقت سرعت در خروجی دنبال این هستم که دبلیو 2 رو به دست بیارم پس اول میرم سی 2 رو به دست میارم تصویر سی 2 در راستای یو که میشه CD2 سی سینوس آلفا 2309 فوت بر ثانیه و بعد WU2 میشه CAU که کل این بزرگه هست منهای یو که این کوچولو هست 1210 فوت بر ثانیه و بعد W2 اینجا یه مثلث قاهم از ارتفاع مسلس رو دارم این کوچولو هم که WU هستم که به دست آوردم پس این زل دیگر که W هست میشه رادیکال CM2 دو W2 به توانده و فوت بر ثانیه و بتا دو رو میتونم به دست بیارم که همونجوری که میبینید بتا هم اینجا مقدار مثبت است در این اجازه به به صورت فلش رست بکنم که مقدار دیگه واضحی بشه و تقریبا یک چنین چیز. اینی که الان میبینید بردار دبلیو هست که اصولا دبلیو به علاوه یو باید بشه سی و الان این زاویه‌ای که اینجا کوچولوتره بتا هست بتا دو که مثبته چون تصویر دبلیو در راستای یو در جهت یو هست پس بتا دو تانژانت منفی یک در بلیو به سی ام میشه 45 خورده ای مثبت 45 خورده ای در بلیو سه رو این دفعه به دست خواهم آورد مثلث ساعت در خروجی قائم الزاوی است یه قاعده یو ارتفاعش سی ام سی ام هم همون سی سه است چون در حقیقت الفا صفر درجه است پس من سی امی که اینجا نوشتم همون سی سه خواهد شده به بعد نما سی امی که اینجا نوشتم همان است و بعد دیگه اگه این مثلث قائم زاویه رو بگیرید ارتفاع سی همه که همون سی میشه در خروجی دارم عرض میکنم و این زلش دبلیو میشه و قاعدش هم که یو میشه همچنان. و و 1610 دبلیو 3 میشه 1610. نکنید اون دبلیو قبل بود 1687. الان اینجا شد 1610. پس سرعت نسبی کاهش پیدا کرد. ولی نه چندان زیاد. ببینید سرعت نسبی من تقریبا 1600 و حالا سی شده ده این داره به شما همینجوری یه می میده این ماشینی که طراحی شده توسط تیم طراحان این بیشتر از نوع ضربه‌ایه و وقتی شما ضریب چنین ماشینی رو حساب کنید انتظار دارید که ضریب این چیزی تقریبا نزدیک صفر به دست بیاد و بعد مثلث سرعت‌های خروجی هم که قائم الزاویه است بتا سه میشه منفیه این منفی رو من روی شکل نشون دادم به شما تنج منفی که یو به سی هست حالا اگر میخواید درگردید به این شکلی که من در ابتدا کشیدم بد نیست اتفاقا این مثلث صورتی است که در ورودی کشیدم این در خروجی حالا اگه الفا صفر باشه این سی سه میاد عمودی میشه پس ارتفاع مثلث همون سی سه خواهد شد پس سی امی که میبینید با سی سه یکی میشه بتا سم همونجوری گفتم منفیه چون به سمت اون وره و یو به این وره پس بتا سه میشه منفیه بتا میشه منفیه 43 از یک درجه معادل اویلر رو خواهم نوشت چون مثلث خروجی قائم زاویه است و آلفا خروجی صفره یعنی چه سی یو خروجی صفره ای میشه یو سی یو دو من صفر من چون بخار خواستم بنویسم ضریب تبدیل هم اینجا نمیشه گذاشتم 4617 اسب توان خروجی این مرحله است ضریب بار و ضریب هد رو با هم دیگه محاسبه میکنیم ببینیم آیا در داخل اون رنج مد نظر ما هست یا نیست ای رو که حساب کردم یورم که داشتم میشه دو و که داخل رنج هست سی ام به یورم که حساب کردیم اینم در داخل رنج مد نظر ما هست افته دما در هر مرحله رو حساب کنیم ببینید آیا این هم پاس میکنه یا نمیکنه که تی سفر سمن مساوی تی و منهای ای به سی پی هست یعنی به اندازه این هم مادله بقای H0 دومن های H0 سه مساوی ای هست که این همه مشخص مقدارش در اینچه دلتا تی سفری که در این مرحله ایجاد شده میشه تی 0 دومن های T0 سه که یک درجه رانکین 341 رانکین هست که داخل محدوده قرار گرفته و تیسه رو حساب خواهید کرد با توجه به تعریف خواص سکون و استاتیک که من میشه تیسه مساوی تی صفر منهای سرعت سر به و سه به توان دو تقسیم این سیسه رو دارم تی صفر سرم که محاسبه کردیم همین الان چند دقیقه قبل قسمت بال 3058 شد تی صفر و از اینجا میتونید تیسه رو به دست بیارید دمای سیال خروج دمای استاتیک یعنی دما سنج بزنن تی سر اندازه گیری میکنن دیگه و ذریع اکسال عمل با توجه به تعریف که داشتم تی دو منهای تی سر تقسیم بر تی سر دوی منهای تی سفر سه دو سه رو حساب کردم و تی سفر دو تی سفر سه هم که 341 اینجا حساب کردیم با هم دیگه یه عدد نزدیک سفر به دست میاد این داره به هم جو... انتظار داشتیم همون که دیدید و مقدار انرژی و مقدار سرعت نسبی وقتی از 1600 چندان تغییری نکند طبیعتا انتظارم دارم که ضریب اکسل عمل من نزدیک صفر بشه وقتی میگم به اکسل عمل نزدیک صفره یعنی ماشین من عکس عملی نیست مثلا اسمش روشه دیگه ذریب عکس عمل وقتی صفره یعنی هر کمتر باشه یعنی مقدار عکس عملش کمتره و بیشتر از نوع ضربه است و یک چنین ماشین ضربه ای خب متناسب باید مراحل اولیه باشه و برای مراحل میانی چندان مناسب نیست و علت اینکه حالا این منفی به دست اومدم اینکه صفره حالا بیشتر برای ما داره ولی باز برمیگرده به W2 و W3 خب وقتی که من هدفم این هستش که ماشینم رو از نوع توربین طراحی کنم برای فشار در گذر از ماشین کم خواهد شد و وقتی فشار کم بشه سرعت افزایش پیدا خواهد کرد سرعت نسبی در صورتی که در اینجا اگه نگاه کنید W2 من 1680 اینجا 1610 به جای دقت W کاهش پیدا کرده الان در یک چنین چیزی که طراحی شده اینا تمام ایرادهای طراحی هست دیگه و در نظر ها کامنت ها رو دقیق در مورد طراحی داریم میدیم وقتی سرعت نسبی کاهش پیدا بکنه به خاطر همین هم هستش که اینجا همونجوری که میبینید منفی دست ولی عدد چندان منفی خواست صفر تقریبا می میگم صفر یعنی اینکه هول هوش یعنی از نوع ضربه ای داره عمل میکنه